اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در من بکنه سر چه خواست. زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. عرض شیران آفتاب زده سر به سودای شعر ناب زده. همه سهراب شهره مهساگون جامی از باده های ناب زده. با فریدون به سوی دشمن تاز رو سوی میهن خراب زده. گه نوید است و گاه سهراب است از ستمها و درد بیتاب است. یک زمان سینه غرق خون دارد چون ندا خون به چهره خواب زده. میهنم درد تو به جانم جان سرگشته شراب زده. علیرضا نوری‌زاده پنجشنبه در برنامه زنده با دکتر محسن سازگارا 12 سپتامبر 22 شهریور ماه. درود بر همه شما، درود بر یار و همدل و همسفر عزیزم در این همه سال 20 سال شد و هنوز با همیم بی گلایه بی حرف و سخن. درود بر تو دکتر سازگارای عزیزم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. بله، گفت دوستی ها از هر چیزی هم بهتره، دوستی یک رنگ و رفاقت. من خدمت بینندگان عرض کنم، قبل از برنامه همین چند دقیقه چیز میکردیم خدمت دکتر نوری‌زاده گفتم دلم برایشون تنگ شده، کشکی لندن بودم و کنار همدیگه میشستیم و صحبت کردیم. چون وقتی که محضر ایشون بیرون از برنامه میشینین خیلی خیلی دلچسب، به جای همه دوستان خالی، همه بینندگان که از محضر شما فیض ببرن. در خدمت شما هستیم. میریم ایران و میشینیم با هموطنانمون. ما میرویم و من شک و تردیدی ندارم که اون میهن عزیز رو باید آزاد و آباد کرد. اون سرزمین تاریخش واقعا برای ما درس عبرتی است که باید ببینیم از چه گذرهایی عبور کرد. دوست عزیزم، بگذار نخستین صحبت رو از آقای پزشکیان شروع کنم که سفر به عراق افتاد و حالا چرا اول عراق، ایشون هم می‌خواست در این ثواب 40 حسینی شریک بشه، حالا با درست تأخیر. و بعد درست ببین همزمان با ورود ایشون به عراق قرار کردستانم بره، دو مبارز کرد و پسر آقای طالبانی عزیز خدا رحمتش بود آقا قبا تحویل میده به اطلاعات سننده و کردها رو آواره کردن. رفیقمون عبدالله مهتدی میگفت، پاک مصطفی هجری، بقیهشون همه رو از جای خودشون تکان دادن و واقعا نگران میشه. خب چه ارزیابی برای این سفر؟ آیا درسته که میگن تمام مأموریت ایشون از جانب خامنه ای فشار روی دولت عراق برای اخراج آمریکایی‌ها باشه؟ آیا میتونن عراقی‌ها چنین کاری بکنن؟ با آیا آمریکا راحت با این همه کشته و خسارت عراقو میگذاره میره به دست سه دلیل؟
والا آمریکا خودش البته دلش خود از عراق بره، یعنی از منطقه نیروی نظامی رو از افغانستان برده، از جنگ‌های بی‌پایان خاورمیانه بیرون میخواد ببره، اگرم نیروی داره بیشتر برای حفاظت از کشورهای همپیمانش بخصوص اسرائیل. ناو تودور روزولت هم ناو هواپیما بر برگشت به سندیگوی کالیفرنیا شروع کرده به برگشتن، چون ظاهرا خیالشون راحت شده ایران به خاک اسرائیل حمله نمیکنه. اتفاقا این به نظرم بیشتر عراقه که نمیخواد امریکا بره، برای اینکه دولت عراق و ارتش باسمه‌ای که زمان نوری مالکی معلوم شد 50,000 نفر توش قلابی هستن، فقط صورت میدادن از امریکایی ها حقوق میگرفتن، نشون داد که 5,000 تا داعشی بریزن با وانت برن دومی شهر عراق، موصل رو میتونن بگیرن و کسی جلدارشون نیست. امریکایی ها رو عراق دولتش بیشتر دلش بخواد بمونن. ولی من فکر کنم آقای دکتر این سفر آقای پزشکیان بیش از هر چیزی برای پوله. ببینید ما با عراق سالیانه 6 میلیارد 8 میلیارد دلار دست کم صادراته که بخش بزرگیش گاز و نفت و برق، البته کالاهای دیگه به عراق صادر میشه، انحصارش هم دست سپاهه و حتی یک کولبر بعد هم اگر خارج از مسیر اینا بره میزنن میکشنش، برای اینکه نمیخوان این انحصار تجارت از دستشون بره. و ما تقریبا همیشه 10 میلیارد دلار با کم و زیادش به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق پارسال فکر کنم گفته بود، همیشه 10 میلیارد دلار طلبکاری از عراق و عراق اینو نزد یه بانکی، یکی از بانک‌های عراقی میذاره و ارز به ایران نمیده. پزشکیان الان که رفته پشت میز دولت نشسته با یک خزانه خالی و یک افلاس مملکتی مواجه شده و رفته در این خونه رو بزنه، خواستش ظاهرا از عراق این بوده که 10 میلیارد دلار رو نقدی یا به یه ارز ثالثی به ایران بدن و عراق هم موافقت نکرد به دلیل تحریم‌های آمریکا، حتی در حدی که روسیه این کارو میکنه موافقت نکرده، فقط و فقط گفته از عراق میتونیم کالا بخریم ببریم. حالا چی از عراق میشه برد نمیدونم. آره ولی نه 10 میلیارد دلار خرما، در حالی که خودمونم این همه نخلستون و خرمای عادی داریم. بله یعنی آقای پزشکیان البته حالا من هنوز تحقیق نکردم ولی دیدم توی که خبرها ایشون هم ظاهرا دامادش رو برداشته برده و در ملاقات رسمی هم داماد ایشون بوده، یعنی این مثل تمومی نداره این مقامات، پسر و داماد و دختر و ایناشونو و اندرم میبرن و شریک کارو میشن. نمیدونم حالا این لابد روزهای آینده بیشتر من میشه. ولی در مورد کردستان عراق آی دکتر، سال هاست که به دلیل همین تحریما دولت کردستان عراق هم متاسفانه دولت فاسدی شده، شبیه دولت خود عراق. یعنی جمهوری اسلامی هر جا پاشو میذاره این تخم فساد هم میپاشه، اگرچه حالا اون زمین ها خودش مستعد این پاشیدن این تخم هم هست و اونجا هم باز مسیر معبر به اصطلاح دور زدن تحریم ها با یه سری کارهایی که کالاهایی که بیارن داخل ایران بکنن تو زد و بند با دولت اقلیم کردستان و اونجا هم باز بحث پول مطرحه و معبر عبور کالاها و غیره. فکر میکنم یه مقدارم فشاری که جمهوری اسلامی میاره روی گروه های مخالف کرد که از مرز ایران عقبتر برن و دورتر باشن، جا به جا بشه اردوگاهشون، نا اهرم هایی در بخش اقتصادی داره که اونهایی که اون تو فاسدن، درست به سوریه هم همینجوره یا تو خود دولت عراق هم همینجوره و همه اینا شدن کپی خود دولت ایران، خود حکومت ایران.
اون اهرما رو تکون میده و در نتیجه میتونه که یه چیزایی رو تحمیل کنه به دولت کردستان. آخرین نکته که میخواستم عرض کنم این است که یک خبرم من دیدم که پاره ای از قبایل که خب عراق هنوز قبایل زور دارن، نیرو دارن، رؤساشون و در دولت سهم دارن، با بدبستون دارن، اینا برای ترانزیت سلاح به سوریه از اونجا به حزب الله لبنان پول بگیرن و تجهیزاتی که جمهوری اسلامی میفرسته ترانزیت از خاک ایران میره عراق و میره سوریه و میره پیش حزب الله یا تو خود سوریه، این قبایلن که کمک میکنن و شنیدم که اینا هم پول بیشتر میخواد و ظاهرا صحبت از این است که 80% تتمه سال یعنی 6/2 سال بعد حق حسابی که به اینا میدادن افزایش بده و نیرو قدس سپاه که مسئول این کار هاست دست دراز کرده. اینا دیگه همون چیزاییست که اگه بخوانم بلند کنن از تو کیسه صندوق توسعه ملی دیگه صداشو در نمیارم، مثل دولت خامنه ای می نویسه و میرم میگیرن، نمیدونم چقدر. میخوام بگم به هر حال مجموع این سفر غیر از حالا به قول شما زیارت و غیره احتمالاً به این مسائلم اختصاص داشته و داره. من فقط یک چیزم میخوام یادآوری بکنم، آقای پزشکیان که مکرر به امام اول به شیعیان امام علی استناد میکنه و الگوهای اونو میگه من میخوام اجرا کنم، بعد یادش باشه علی گفت که وقتی خلیفه شد گفت مردم من موظفم همه چیز رو با شما در میون بذارم الا دو چیز، یکی قضاوتی که بین دو نفر میکنم، اسرار زندگی اون دو نفر خود طبیعتا مثل به قول امروز پرایوسیه، دوم نقشه های جنگی وقتی میخوام برم جنگ طبیعتا دشمن ممکنه بفهمه و سوء استفاده کنه، غیر از اینا هرچی هست باید به شما بگم. ایشون هم مکرر گفته من هرچی هست با مردم در میون میذارم. خب الان باید به ایشون گفت شما رفتی عراق مذاکره کردی، طلب ما از عراق روشن باید به مردم بگی چی شد. نمیذارین خبرنگارا، اگه مطبوعات آزاد بودن خبرنگارا سوالاشون رو جواب میدادین، بچهای روزنامه‌نگار تشو در میآوردن، اینا رو که دهنشون رو میبندین زندان میکنین. شما بیایید و یا مثلا راجع به همین مسائل امنیتی در اقلیم کردستان به ایشون باید گفت شفاف روشن بعد به مردم گزارش بدی دیگه، 10 میلیارد دلار پول ایران اونجا، و یا اینکه سپاه چجوری در واقع خیمه زده و انحصار تجارت اونجا داشت چیه. اینا دیگه نه نقشه جنگیه نه قضاوت بین دو نفره. اگر مدل ایشون علی امام اول شیعیان، من کاملا یه حرف منطقی و درست میزنم فردی که میگه با مردم هیچ سخن پنهانی ندارد بیا بگو به من. و بعد اینکه داماد ایشون همراه بود، بعد اینا آدم اذیت میکنه آدم، آقایی که ادعا میکرد که آدم دیسنت و آن سال نمیگیم دوز نبوده بسیار خوب، ولی ایشون به نظر من واقعا در سیاست 0 کیلومتر، یعنی آدم کاملا این رو میتونه بفهمه که یک استراتژی، یک برنامه ریزت و تاکتیک مقابله با این بحران هایی که هست ندارد. نکته دیگری که علاقه مندم حتما از شما سوال کنم، آیا شما در رفتار خامنه ای با پزشکیان تفاوتی میبینی در رفتارش با خاتمی یا با احمدی نژاد یا با رئیسی یا با روحانی؟ آیا واقعا یه خامنه ای تازه؟ آخه چیزایی که آدم گاهی میخونه، مثلا آقای تاجزاده که آدم برحال در اون حد که ما تالا دیدیم آدم درستی بوده، ولی او اشاره میکنه که خب اینو من و شما هم میدونستیم که آقای خامنه ای زمینه رو چید، ولی ایشون به نوعی سخن میگه که انگار رهبر خوی پلنگی رها کرد. شما چجور میبینید این آقای دکتر؟ نه والا توبه گرگ مرگه آقای دکتر توریزاده.
آقای خامنه‌ای اگه قرار بود اون رفتارش رو عوض کنه، اولا در انتخابات نباید دخالت میکرد، شورای نگهبان رو باید نمیذاش اینجوری رد صلاحیت، بعد نباید کابینه رو میچید، دست کم به گفته آقای ظریف 10 تا وزیر رو اصلا بیرون از لیست اینا گفت. سالسن ایشون بساط دزدیش رو باید جمع کنه. اقتصاد ایران که مردم به جون اومدن از اقتصاد، مادامی که خامنه‌ای دستش در کیسه ملت ایرانه، مطمئن باشید درست نمیشه. یعنی وقتی میشه باور کرد که اقتصاد رو میشه درست کرد که این سازمان‌های وابسته به خامنه‌ای، به سپاه و غیره رو شما بگیری واگذار ملت بکنی و اینها به کار در واقع ورود به اقتصاد با اتوریته، با زندان، با غیره نتونم بکنم. بذارید همین الان من دو تا چشمه رو خدمتتون عرض کنم که اتفاقا آقای خامنه‌ای که میداند که هیچ، آقای پزشکیان هم در بولتن محرمانه دولت بوده و دیده، در شرکت بهره برداری نفت ایران معلوم شده 7 ساله بیش از 100 میلیون بشکه نفت یه شبکه‌ای از مدیران دست به یکی کرده بودن خارج حوالی اینو فروختن. یعنی شما اگه مثلا بشکه 50 دلار هم گیرشون اومده باشه میشه 5 میلیارد دلار بود. و توی نفت ما میدونیم که بیش از 200 مدیر رو مخبر چیده، معروفن به باند دسفولیا، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام که مهمترین بازو اقتصادی خامنه‌ایه، زیر و بالای صنعت نفت ایران رو تصاحب کرد. تتمش هم سپاه تصاحب میکنه. الان قرارگاه خاتم الانبیا یک سیاهه گذاشته جلوی خامنه‌ای، جلوی پزشکیان که اینا رو ما با رئیسی توافق داشتیم، داشته امضا میشد بعد امضا. اینم پول جدیده که حالا ملت هم سر دولت و ملت میذارن که ما میایم مشکلات رو حل میکنیم و نمیدونم اینطوری میکنیم اینطوری میکنیم. این پروژه رو خلاصه باید بدی به ما. چرا؟ برای اینکه سپاه مؤسساتی که داره به گل نشستن به دلیل دزدی ها، سوء مدیریت ها و غیره، توی کارخانجاتش اعتصاب بود. بیش از 24 فکر میکنم کارخونه ای که یه جوری به سپاه وصلند کارخونهش اعتصاب کرده بودن. بس بقیه صنایع کشور در درآمدش، یه صنایع کشور که رکود الان در مملکت و چرخش اقتصادی نیست به گل نشسته. دست میخوام بکنن تو کیسه پروژه های نفت و غیره فشار بیارن. خب چشمه دوم میخوام بگم، اتفاقا حالا بحث قبلی بود، آقای پزشکیان باید گفت این توی بولتن محرمانه است، بیا به مردم بگو، بیا روشن بگو آقا این دوزی بزرگ تو صنعت نفت شده و آدماش هم اینان و باید که به اینجا هم وصل هم. مردم که غریبه نیستن، صاحب کشورن. یا مثال دوم، تو همین هفته گذشته اتفاق افتاده، دیجی کالا که معروف بود به آمازون ایران، فروش به سال از استارتاپی که فروش اینترنتی رو در ایران باب کرد، چون به دنیا که وصل نیستیم که آمازون اینا توش نیست، تو ایران فروشش به بیش از 246 هزار میلیارد تومان رسید، یعنی 10 هزار میلیارد تومان بیشتر از فروش ایران خود بود. خب مؤسسه ای بوده که زحمت کشتن درست کرد و یه مؤسسه به نام سراوا، آقای سعید عزیزی فکر بکنم بنیانگذار و مدیر عاملش بود، در واقع توی این دیجی کالا او 40% سهامدار بود، به بازار کالا، نمیدونم دیوار، به امثال اینا هم این مؤسسه در واقع سرمایه گذاری کرده بود، مردم هم اعتماد کرده بود. الان 2-3 ساله از همون سه اجرایی ور رفتن، خود این آقای عزیزی رو احضار کردن، کار کردن، برای گذشت از ایران رفت، برای اینکه میگرفتنش و معاونش یه آقای به نام عماد شقیر گرفتن به جرم جاسوسی 10 سال زندان براش بریدن. انقدر کردن سهام همین هفته گذشته سراوا رو کلا بیرون کردن، سهامش رو در دیجی کالا ستاد اجرایی فرمان امام گرفت
و تصرف. اسمن گفته 8000 میلیارد تومان، چیزی که حداقل 12-13000 میلیارد تومان می‌ارزد رو گفته خریدم که من مطمئنم پولشم نخواهد داد. و اینطوری در واقع یه مؤسسه بخش خصوصی که خوب بهش میچرخید و توش گرفت. خب این هم آقای خامنه ای کرده. اینی که میگید در رفتار خامنه ای تغییری پیدا شده، نه خیلی، اصلا ایشون دوزیاشو داره میکنه، دستش تو کیسه ملت، اموال کشور رو میگیره، فعالیت اقتصادی رو میگیرن. و من نمیدونم آقای پزشکیان، من قبلا هم عرض کردم، ایشون چه چیزی در واقع میفهمه اصلا؟ میگه من در چارچوب سیاست های رهبر میخوام کار کنم. سیاست های رهبر این چیز هست، خوردن فروش نفت خارج از قاعده، دادن نفت به سپاه قدس بره کارهای عرشبت که هر جور دارش خواهد بشه، یا به دست کردن تو خوردن کار، اذیت کردن و زندان کردن بخش از زمان احمد رمضانی تا الان، اول خامنه رهبر شد اونو انداخت زندان، اموالشو گرفت تا امروز. این آقای پزشکیان اگه جلوی اینو وای نسته تکون نمیخوره چیزی تو کشور. و خامنه ای اصلی ترین آدمی است، رئیس دوزار، پدرخوانده این مافیاهای کشوری. بله، حالا آقای دکتر عرضم رو تمام بکنم، این آقای خانم مریم مقدم فیلمساز که فیلم کیک محبوب من رو با همسرشون ساختن و اذیتش کردن، ممنون خروج کردن چون بی‌حجاب توش فیلم ساختن، فیلمشون برنده جایزه هم شده خارج، نوشته بود که یه چیز جالبی نوشته بود، شبیه حرفی که ما هفته گذشته با همین جو می‌زدیم، ایشون هم گفته بود، خطاب به پزشک، ممنون خروجش باز کردن، به پزشکان خطابش نوشته بود ببین این اصولگراها به چیزی غیر از این که هستن تظاهر نمی کنن. راست میگه، قاتلن میگن ما قاتلیم، رئیسی آدم کش بود، آدم کش بود، ادعا نمی کرد من آزادی خواهم هم فلان، ولی شما به یه چیزایی ادعا میکنی و خلافش داره اتفاق میفته و مردم ما رو در دروغ غرق خواهی کرد. این تعبیر بود که ایشون کار برده بود. و واقعا من اون برام هست که من خودم شخصا خیلی عصبانی میشم از کسی که کوسه وقتی میخنده دندوناش جلوشه میبینی، ممکنه بگیر به قول برشت گازت بگیره و خون بیاد، ولی اونی که بهت میخنده و خنجرش پشتشه، این خیلی بدتر از اونی که دندونای گاز گرفتن جلوه و میبینی. آقای پزشکان باید بهش گفت که، و اینا که سینه میزنن و اینا، ملاک قضاوت مردم رو شما همین چیزا، نمیشه بگی من به فکرتونم، همه چی رو بهتون میگم، میخوام آزادی بدم، میخوام چیز کنم، بعد هیچ حرکتی نکنی در مقابل این دوزی ها، در مقابل این دستگیری ها. 300 تا پرونده باز برای سینماگر موجوده به گفته آقای رسول صدر عاملی سخنگوی خانه سینما، گفتن از امسان ما جشن نداریم، 300 تا سینماگر پرونده باز دارن و درگیر یا پروندن و زندان و محکومیت و غیره، و اونایی که حالا ناچار شدن کشور برن. میخوام بگم به هر حال این مسئله، گفتید خامنه ای عوض شده، نه از نظر بنده نه، ایشون اصلا رئیس دوزار طبیعی که آقای تاجزاده کرده بود، دلم خواست اون رو روش. ولی دکتر یه نکته دیگه بگم، این دوست گرامی استاد آقای صادق زیبا کلام حرفی رو زده که دیر سالیست ما زده بودیم، ایشون البته گفت تنها راه نجات ایران توافق با امریکا و پاسخگو کردن یک قدرت مطلق غیر مسئول. این حرف به نظر شما از وکابلری آقای صادق زیبا کلام بیرون نمیره بیشتر نیست؟ یعنی کار به جایی رسید که بعد از زندانش هم ظاهرا دیگه جوش آورده که اومده و این موضوع روابط با امریکا هم که خب دیر سال خود شما وقتی بودید دیگران هم این حرف رو تاکید میکردن، از هاشمی تا خاتمی تا روحانی تا بقیهشون حتی عملی نشد. چه میبینید شما؟ آخه داره صحبت از این میشه که آقای پزشکیان خلاصه یه کارت سبز گرفته یا کارت سفید یا کارت بلانش گرفته که بره کانال رو باز کنه.
حالا هم که میخواد بیاد امریکا توی جلسه مجمع عمومی، آیا شما هیچ امیدی دارید در تغییر این مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و این بازی هایی که سال هاست ما گرفتارش؟ حالا من کنه دل آقای زیبا کلمان نمیدونم، ولی این حرف درستیه و بین دو تا نکته‌ای که شما از قول ایشون نقل کردید، رابطه با آمریکا و اون مقام غیر مسئول غیر پاسخگو، مقام مسئول غیر پاسخگو که قدرت مطلق داره، یعنی ولی فقیه، یعنی خامنه ای. حالا زیبا کلام تو ایران نمیتونه این اسمو بگه، بنده اینجا میتونم بگم، یعنی نظام ولایت فقیه، یعنی مفهومن و مستاقن، یعنی ساختاری که حالا آدمش هم یه آدم مریض معیوب قاتل دزد مثل خامنه ایست. این تا هستش چیزی درست نمیشه، تا این ساختار هست چیزی درست نمیشه. اون رابطه با آمریکا هم درست نمیشه، اون مرگ بر اسرائیل هم درست نمیشه. همین آقای دکتر، همین این هفته یه اتفاقی افتاد، 200 موشک بالستیک دادن به روسیه. حالا رسمی تکذیب میکنن، ولی من فکر کنم روسا عمدم دارن تو کشتی اینا رو گذاشتن، از بالا هم تونستن عکس بگیرن، CNN منتشر کرد، چون بالاخره اینقدر میفهمن که ماهواره های آمریکا رو تا به استعداد آدم رو تشخیص میدن، عکس انداختن منتشر هم شد، همه دنیا گفتن آقا، همه هم گفتن نکنید کار. خب چرا این کار کرد؟ غیر از این است که خامنه ای باید دستور بده، بنده کل قواست، موشک بدون اجازه اون نمیره که، و غیر از این است که اون نوکر پوتینه، غیر از این است که پوتین عمدن اینم نشون میده که ایرانو شریک جرم بکنه و نگذاره رابطش با غرب بهبودم پیدا کنه. خب بعدم اینطوری تو دهنشون بزنه بابت کانال زنگروز، و صد رحمت به دوره قاجاریه. بنابراین خب وقتی اون ولی فقیه اونجا نشسته، و بعدم دیدید تبعات این کار این شد که اول همه ایرانی رو دوباره تحریم کردن، و سفرهای ایران رو ترویکای اروپا احضار کردن، آمریکا که الان رابطه نداره، و بعدم احتمالاً یه موج جدید تحریمی هم خواهد اومد. دکتر فقط بکن پدر و مادر این بچه هایی که خارجه در این سن و سالهای بالا میخواد بیاد بچه شو ببین، ایرانی نیست، حالا باید بره با قطر ایرویز و ترکیش ایلان و نمیدونم با اینا بیاد تو فرودگاه های اینا سرگردون. من واقعا دیدم چقدر سخته اینا. من یه جمله رو قبل از نگردشتم یاد حرف ظریف افتادم تو اون مصاحبه با سعید لیلاس که تاکیدم همش میکرد که اینا که قرار نیست منتشر شه، چون اون فایلو یه کسی آورد بیرون و پخش شد. این اونجا آقای ظریف راجع به همین ایرانیر میگه، میگه بعد از امضای برجام که تحریمای برداشته شد، از جمله تحریم ایرانیر، جان کری به من گفت و وقتی این تحریم ایرانیر برداشته شده 6 تا پرواز اضافه در روز گذشته ایرانی به سوریه. میگه من رفتم با وزیر راه صحبت کردم، گفت من خبر ندارم، آخوندی بودم با خلاصه با مدیر عامل ایران هستم، گفت ما زیر فشار قاسم سلیمانی هست، گفت من هفته یه بار قاسم سلیمانی رو میدیدم، به قاسم سلیمانی با قول او حاج قاسم گفتم این چه کاریه، خب چرا همون ماهانه ای رو استفاده میکنم، گفت ایرانی امن‌تره، و در واقع ایرانی رو کردن میدونی خلاف مقررات بین‌المللی. حالا ماهان کرده تحریم هم هست توی همه دنیا که شما هواپیمای مسافری رو باهاش سلاح هم نظامی هم کنی و مردم رو به خطر بندازی، و ایرانی رو کردن مثل کشیرانی جمهوری اسلامی. حالا تو اون چیز آقای ظریف میگه که در واقع اینطوری دیپلماسی ما قربانی میدان میشه، و آقای حاج قاسم سلیمانی که نور چشم آقای خامنه ای بود و الان آقای خائنی هم که هست، اینا مگه غیر از این چیز دستور خامنه ای میکنه؟ مسئولیتش گردن خامنه ایه. بعد ببخشید دکتر، نه یه درنگ کوتاه میکنیم برمیگردیم. یه کرد بانو، حالا دو هموطن کردمون رو تحویل دادن،
بگذار آوای این کردبانو رو بشنه. یلا عباسی و ارانی با لحجه کرمانجی کردی، چقدر زیبا. دکتر سازگارا، پدر مهسا امینی خواهان برگزاری مراسم دومی سالگرد جان باختن دخترش شد. در این زمینه آیا واقعا حق نیست که مردم ما این روز عجیب رو در تاریخ ما گرامی بدارن و باز به خیابان بیان؟ حداقل رژیم احساس بکنه که ملت ایران از دختر بیگناهش نمیگذره، از این بلایی که این جانوران به سرشون بودن، بچه هایی رو که اعدام کردن، الان سارا دلدار قاتلش اومده مثلا دوباره، و همینطور حسین شکاری که دوست رفیقش، دیدید حکایتشو که چه شکنجه ها بر سرش بود. نقطه نظر شما رو دارم بخواد بدون. ببینید، حادثه‌ای که با کشتن ژینا مهسا امینی شروع شد، از نظر من یک انقلاب عمیق اجتماعی فرهنگیه که در جامعه ما ادامه داره. اصلا اینطور نیست که فکر کنیم مثلا 110 روز 120 روز تظاهرات خیابانی حکومت هم سرکوب کنه، بیش از 500 نفر رو کشت اگر بیشتر نباشه، و بیش از چند برابر اینم زخمی کرد و هزاران نفر رو برد زندان و در برد، که بلکه این رو تو خیابون آروم کنه، فکر کنه که تموم شد. اصلا به قول جین شارپ، در واقع این قبیل جنبش ها مثل اصل بقای انرژی در واقع میمونن، میرن زیر پوست جامعه، جور دیگه ای سر در میارن. و اصل ماجرا باقیه، یعنی اون انقلاب عمیق اجتماعی فرهنگی در جامعه ما، تغییر به اصطلاح نوع فکر، باورها، روابط اجتماعی و نوع خواستهای به خصوص نسل جوان، نسل زد به اصطلاح قول امریکایی ها جنزی، و تغییراتی است که حتی در روابط درون خانواده پیدا شده. این چیزی نیست که کسی بتونه جلوش هم بگیره. هفته گذاشتم صحبت کردیم، دیر یا زود ساختار سیاسی رو تغییر میده. هزاری هم گفت ارز خود میبری و زحمت ما میدادی، اندکی اگر شعور داشته باشه خامنه‌ای و حاکمین، میباید بفهمن که وقتی تغییراتی در عمق جامعه اتفاق میفته، میشود که باهاش همراهی کرد و با کمترین خسارت در واقع این تغییرات رو کمک کرد که بار بده، بارور بشه، به جای اینکه جلوش رو بگیرین سیل رو وقت ویران میکنه اونها رو. بنابراین اصل ماجرا که حالا به قول مادر مهسا او یک نماد شد از یک انقلاب زن، زندگی، آزادی، چه تا کلمه‌ای که بسیار هم دقیقه، یعنی بی خود نیست که مردم این شعار کردی رو، ژنجیان آزادی رو انتخاب کردن، گرفتن، برای اینکه سه تا مفهوم بزرگی که همون تغییر رو نشون میده درش نهفته. زن و حقوق زنان نمونه اعلا و مهمی است از رفع تبعیض در جامعه به هر شکل، تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، قومی، زبانی، مذهبی، غیر و غیر. زندگی یعنی زندگی خواهی، آنچه که جوانها میگن میخوایم زندگی کنیم، در مقابل مرگ خواهی حکومت دینی. میدونید در واقع به قول مولانا پیامبران مرغ مرگ اندیش بهشون میگفتن، کارشون ادیان بیشتر احاله به آخرته، احوال مرگ، اینجوری زندگی کنید بعدا بهتر میشین. آبادی دنیا، به قول منس بازرگان آخر عمرش به این نتیجه رسیده بود، گفته بود که من به این نتیجه رسیدم که دین اصلا برای آبادی دنیا نیومده، دین برای توصیه است برای آخرت، و آبادی دنیا با عقل بشر میگذره، با تجربه بشر میگذره، با تجربیات اقتصادی، علوم اقتصادی، مدیریت اجتماعی و غیره و غیره و سیاست و غیره. و زندگی خواهی، میدونید قرون وسطا وقتی تموم شد که رنسانس ادبی که شروع شد، اول بار اون کتاب معروف آقای بوکاچیو
دکامرون، در تا چند تا زب در روز میشینن، چند تا جوان دور هم از خاطرات زندگیشون میگن، عشقها و جشنها، پارتیها و غیره، به جای تمام آثار قرون وسطا در اروپا که از احوال عیسی مسیح و مرگ و نمیدونم احوال عزاداری برای عیسی و غیره و غیره بیشتر هست میزن. احوال اون دنیا بخشش هم تو فیلم برداری و فیلمش رو تو ایران کرده. خیلی جالب بله. بود. بله. همه مورخین معتقدن که اولین کتابی که میشه گفت رنسانس ادبی شروع شد، بعدم رنسانس علمی دو قرن بعد جونه زد و حرکت کرد، اون اتفاقات مهم در تاریخ بشر، همین کتاب دکامرونه. یعنی زندگی خواهی در مقابل مرگ خواهی قرار داره و حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرگ خواهه، نه فقط مرگ برای این و اون تو دنیا میخواد، بلکه منادی مرگه، منادی ویرانیه. همه کوششش برای شهادت و کشته شدن و بعدم عزاداری برای این امام و اون امام و یا این کشته و اون کشته رو در مغزش دادن. نون این روحانیت شیعه خصوصا وقتا و واعظ و غیروش توی اشک مردم رو در آوردن و گریه کردن و به قول قرائتی موقع گفته بود ما آخونده شدیم گاز اشک‌آور، فقط برن اشک مردم رو در بیارن و از تو همین چیز هم نون میخورن، از چیز دیگه هم بلد نیستن، اصلا واقعا چیز دیگه هم بلد نیستن. حتی تاریخ همون امام حسین هم یکیشون دقیق نخونده بیاد حرف بزنه، حتی اونی که مرجع تقلیده. خب وقتی زندگی خواهی مطرح میشه، دقیقا به معنی پایان یک حکومت قرون وسطی، این بخش دوم این شعار. سومی در واقع آزادی، این کلمه مقدسی که صد و چند سال مردم ما براش دارن مبارزه میکنن، چه آزادی های فردی، آزادی وجدان، اعتقاد و چه آزادی های اجتماعی، نهایتا هم چه سیستم حکومتی آزاد یعنی دموکراسی. بنابراین آقای دکتر، من فکر میکنم آنچه که در جامعه ما اتفاق افتاده اصلا این تصور نباشه که تموم شده میشه، نه، یه ماجرای بسیار عمیق برای است که اگر مشروطه مهمترین حادثه تاریخ معاصر ما بوده، به نظر من انقلاب زن، زندگی، آزادی انقلابی است که احتمالاً مبدع تحولاتی بزرگتر از انقلاب مشروطه ایران در تاریخ ما خواهد شد و در جریانه. اما این بگین انگاه رنسانس، یعنی در واقع آغاز اون رنسانسی که سالهاست روشن فکران ایرانی بله، یعنی مثل هر انقلاب دیگه هم یه شبه به وجود نیمده. بله. ریشه داره، دست کم چهار دهه ما میتونیم بریم عقب از بعد تشکیل جمهوری اسلامی، اگه نریم عقبترش. در واقع حوادث تاریخی، تغییرات تاریخی یک شبه اتفاق نمیاده. من از قول آقای دکتر تاماس نابل هفته گذشته نقل کردم که حتی سقوط امپراتوری روم که ظاهرا حالا روم فتح شد به دست ادواکر و نمیدونم دیگه امسی ایبان و اینا میگن بدبختی ها اومد، میگه در واقع این نبود که یه بار شهر روم ها گرفتن تموم شد، تحول اون امپراتوری، تغییرات درونش 4-5 قرن بود داشت انجام میشد. اون گرفتن شهر روم ضربه نهاییشه و تحولات انقلاب ها جهت جنگ های اینجوری اینا جوامع یک شبه تغییر نمی کنن. آنچنان که انقلاب اسلامی ایران هم شما میتونید تا 6 دهه 7 دهه برید عقب، ریشه هاش رو از حتی زمان انقلاب مشروطه، کار درخشانی که دکتر آجودانی کرده در کتاب مشروطه ایرانی، ریشه یابی کنید و بخش از یه حرکت بزرگ در دنیای اسلام بوده که به بعد و بعدم شکست خورد. حالا منظورم این است که انقلاب زن، زندگی، آزادی که در سالگرد در واقع جرق زدن و حرکت کردنش قرار داریم، یعنی مرگ مهسا، این دختر بانوی کرد ایرانی، این سمبل این انقلاب و سمبل های دیگه که شما اسم بردید مثل نیکولا کرمی، مجید رضا رهنورد، مرشاد و غیره، این جوانان نازنین کشور که در واقع با خون خودشون این درخت کاشته شده رو آبیاری کردن، این سربدارانی که
ایستادن چشم بر چشم استبداد و فریاد آزادی کشیدن. این انقلاب طبیعتا مثل همه انقلاب ها پایین و بالا داره، گذار داره، تغییرات داره. اونجاهایی که آقای دکتر به کف خیابون برمیگرده، به فعالیت میدانی برمیگرده، نه من و شما، هیچ کس نمیتونه از بیرون گود توصیه کنه برید این کارو بکنید یا اون کارو نکنید. این میتونیم ما مثالهایی رو که هستش جاهای دیگه، تجربه ای اگر هست، آشنایی هایی داریم، منتقل کنیم، ولی تصمیم با مدیران میدان. مدیران میدانی بهتر از هر کسی میدونن. بچه‌هایی که همونایی که جوانای محلات رو راه انداختن در بیش از 32 شهر کشور و راه بردن در بخش اعتراضات یا در بخش مدنی، اقشار مختلف مردم، معلم، کشاورز، کارگر، پرستار، بازنشسته، هنرپیشه، سینماگر، اینها بخش‌های مختلف جامعه ما هستند و فعالین و مدیران میدانی که اعتراض شکل میدن. از غسالخونه بهشت زهرا شما بگیرید که دست از کار کشیدن و بهشت زهرا رو خوابوندن، تا معلمین که اعتراض میکنن یا پرستارا یا بازنشسته و غیره، اونها بهتر میدونن چه تاکتیکی رو به کار برن. این از این جهت عرض میکنم که در سالگرد مهسا نمیشه گفت که مثلا الزاماً یالا همه تو خیابون. اونی که تو میدون قرار داره بهتر میدونه آیا الان مناسبه برن توی خیابون، چون باید همیشه به اصطلاح ترید آف کرد، باید نگاه کرد، ضرب و تقسیم کرد، سود و زیان نگاه کرد، چقدر سود داره چقدر زیان داره. مثلا میگم از مثالهای مدیران میدانی، من توی شبکه‌های اجتماعی دیدم که بعضی دارن مطرح میکنن که ما میتونیم روی بادکنک بنویسیم ماجندگی، آزادی، مهسا، نیکا، هر کشته شده های این جنبش و غیره، باد کنیم، با یه نخ ببندیم به پایه پل و اینطوری سراسر کشور، بعدم یکی دیگه وایسته یا خود هم آدم بیاد پایین فیلم بندازه، بعد از مدتی مامورای حکومت بعد برن بادکنک رو بازش کنن بدون اینکه کسی ببینه، در خطر بیفته. اینطوری وقتی چند مورد هم بشه و فیلم ها عکسش پخش بشه، اینو مخ مجولار میشه، در واقع اینطوری سازماندهی پیدا میکنه، از روش مدل میسازن، دیگران میکنن، وقت ده ها ابتکارم بهش اضافه میکنم. ولی دیدم این پیشنهاد مطرح شده با توجه به مختزیات بدون اینکه کسی رو به خطر بندازی، و ساده و این خیلی کار ساده و عملی و بله و بدون به خطر افتادن، چون قرار نیست یک دونه از این بچه های فعال یک دونه تار موش به تمام هیکل گندیده خامنه ای و همه آدم کشش میاد. بنابراین مو از سر کسیشون نباید کم بشه، اصل در واقع بر حفظه، نه بر فنا شدن و زندان رفتن و دستگیر شدن. بنابراین میخوام بگم که بود مال قبل از انقلاب بود، اون افکار و اون اندیشه ها امروز باید زنده ماند، باید زنده بله بله ماند. بله 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 تو انقلابی که از سه تا شعارش یکی زندگی خواهیه، زندگی باید کرد، به قول سپهری تا شقایق هست زندگی باید زندگی کرد. باید و باقی. و شادی و زندگی که دریغ کردن از یک ملت باید پس گرفت. بعد به قول معروف ایران رو، ایرانی که 6000 سال تمدن اونجا نشسته و ریشه داریم ما هممون، با شادی ها، با جشن ها، با مناسبت از این مرگندیش در واقع منادی غم و اندوه و کشته شدن و کشتن. به هر حال به نظرم آی دکتر سالگرد مهسا، حالا ببینیم چه میکنن فعالین میدانی، چه تصمیمایی میگیرن، بهتر از همه میدونن. ما میتونیم حداکثر سرکوله کنیم چیزایی که اونا میگن، از اینجا بگیم به گوش عده بیشتری برسه، یا اینکه اگر تجربه ای هست، توصیه ای هست، جای دیگه دنیا کارایی کردن منتقل کنن. من فقط عرض میکنم یه کتابیه به نام اصطلاح تاکتیک های دده 21، تاکتیک های مقاومت مدنی در قرن 21، که این کتاب
غیر از 198 روشی که جین شارپ جمع کرد، بعد از اون جمع کرد 40-50 تا تاکتیک رو فقط انقلاب زن زندگی آزادی اضافه کرد به دارالمعارف و مقاومت مدنی. این کتاب به فارسی ICNC در واقع منتشر کرده، به فارسی ترجمه شده، روی سایت ICNC هستش، میتونن ببینن. این میتونه الهام بخش باشه، بخوانم ببینن چه تاکتیکایی در میدون عمل اجرا شده، چه تاکتیکایی دیگران کردن، چه ابتکاراتی، نه که عیناً بشه در ایران اجرا کرد. شیری رومانی به همه اینا رو ما در برابرمون داریم. بله بله. آقای جینشاپ از همون تجربیات 98 مورد جمع کرده بود و الان اضافه شده به 346 تا فکر میکنم رسیده و خیلی هم الهام بخشه وقتی آدم میخونه، به خصوص اونی که کف میدون قرار داره، فعاله، میتونه که با شرایط تطبیق بده با امکاناتش. باید من یه نکته هم عرض کنم، ببینید تاکتیک اعتراضی باشه، اعتصابی باشه، غیره باشه، یک چیزیست که کف میدون میکنه، از حوض تاکتیک ها ور میدارن یا ابتکار میدارن انجام. اما اون چیزی که استراتژی کلان رو، مثلا استراتژی کلان با مقاومت مدنی به زیر کشیدن حکومت و زیر استراتژیاش، یکیش مثلا محاصره مدنی حکومت، اصطلاحی که آقای دکتر مشهدی خودمون به کار می برد، یعنی در جاهای مختلف کمپین درست کنی و حکومت رو محاصره مدنی بکنی. اون چیزی که استراتژی رو وصل میکنه به این تاکتیک ها کمپین، طراحی کمپینه. کتاب خیلی خوبی را آقای ایوان ماروویچ نوشته، اون رو هم به فارسی ترجمه شده، در ICNC هست و خلاصش هم توسط شورای مدیریت گذار منتشر شده. فعالین رو دعوت میکنم این رو بخونن، نگاه کنن. تو ماروویچ که خودش یکی از رهبران جنبش سربستان بوده و جنبش آتپور و بعدم مدرس و تجربه داره در بیش از 40-50 کشور دنیا، خیلی خوب این کمپین سازی رو توضیح میده، چه چیزهایی رو باید در نظر گرفت. در واقع مثل یک چکلیست درست کرده که وقتی میخوایی یک کمپ درست کنیم، مثلا فرض کنید کمپین حداقل دستمزد باید افزایش پیدا کنیم، این رو چجوری باید برنامه ریزی کنی، از کجا شروع کنی، چه تاکتیکایی رو بعد استفاده کنی، چجوری سرش بس کنی و غیره. این رو هم من دعوت میکنم اون فعالین اگر باشه مراجعه کنن و نگاه کنن، حتما کمک میکنن. من رو سایت ایران فردا میذارم، بسیار توصیه به جاییست. همین باد کنن گوا کردن با همین چیز کوچی دنیا یه دفعه ببینه آسمان ایران مخصوص زن زندگی آسمان. اینو یادتون نه 22 شهریور در حال تا اون 25 اون روزهای مهمی است که باید دقت کنید. امروز 22 سه روز دیگه وقت داریم. بادکنک ها و آسمان، یادتونم باشه دکتر محسن سازگاران جا گفت و توصیه کرد. ایران نه من سربودن... توصیه فعالی نقل کردم های دکتر کوچیکتر از ایران سربودن. ایرانی سرفراز از زبان شما شده پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست گرامی دکتر محسن سازگارا عضو شورای گذار و فعال و تحلیلگر، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.